در اینجا مثال دیگری از اصل هرچه بکارید درو میکنی را برایتان توضیح میدهم. خانمی نزد من آمد و گفت که از بانک یک چک تقلبی به مبلغ 20 دلار گرفته است. او بسیار ناراحت بود و گفت در بانک هیچ کس متوجه چیزی نمی شود. به او گفتم بگذار شرایطت را دوباره با هم بررسی کنیم تا ببینیم چرا چنین عقیده‌ای در شما تثبیت شده است. او چند لحظه ای فکر کرد و گفت من مطمئن هستم و هرگز درباره چیزی که نمی دانم حرف نمی زنم. زیرا این اتفاق برای خودم هم افتاده است. بارها شده که در بانک پول تقلبی به مردمی که می شناختم نشان دادم. اما فقط قصد شوخی داشتم. معلوم است که این اتفاق امروز گریبانگیر خودم شده است. واقعا در بانک مردم به واقعی و یا تقلبی بودن پولهایشان شک نمی کنند. در حقیقت عامل بودن آن خانم باعث شده که او چنین ایده ای را در خود تثبیت کند و بدان معتقد شود که خوشبختانه در چند لحظه ابتدایی صحبتهایش آن را از زبان خودش شنیدیم. حضرت مسیح هم که خودش مظهر بزرگی و بخشندگی و مهربانی است نیز این مطلب را تایید می کند و می فرماید همه ما مسئول رفتار و آنچه که برای من اتفاق می افتد هستیم. آن خانم هم معنای شوخی های ناپسند خود را به قیمت از دست دادن 20 دلار درک کرد و متوجه شد که هر عملی عکس العملی در پی خواهد داشت. با آن خانم گفتم بهتر است به بانک بروی و بانک را از آنچه که انجام می دادی آگاه کنی و پول مردم را به آنها بازگردانی. او به حرف من گوش داد و کار ناپسند خود را برای آنها توضیح داد. همین شد که با تأثیر رفتار و گفتار خود بر زندگیش آشنا شد. اگر ما می‌خواهیم از همه چیز بی‌نیاز و غنی شویم، ابتدا باید درون جان را از آن غنی کنیم. برای مثال خانمی به دیدنم آمد و از من خواست تا درباره راه‌های کسب موفقیت برایش توضیح بدهم. روز دیگری که به دیدنش رفتم، دیدم که او علاقه چندانی به خانه‌داری و انجام کارهای خانه خود ندارد و خانهش بسیار به هم ریخته و نامرتب است. به او گفتم اگر میخواهی موفق شوی، ابتدا باید نظم و ترتیب را رعایت کنی. زیرا نظم و پاکیزگی مهمترین بخش زندگی است و در ورود به بهشت است. به او گفتم هرگز در کنار به هم ریختگی و آشفتگی محال است که آرامش دیدن موفقیت ها را داشته باشی. او که بسیار شوخ طبع بود، از جایش بلند شد و شروع کرد به مرتب کردن خانه‌اش. او بالشتک‌های مبل را از روی زمین برداشت و مرتب در جای خود گذاشت. فرش‌ها را خیلی سریع جارو کشید و ظاهر خانه را مرتب کرد. او که کمی هم مشکل مالی داشت، چند لحظه بعد بسته‌ای حاوی مقداری پول از طرف یکی از بستگان خود دریافت کرد و دانست که خداوند پاداش کار نیک را خیلی زود می‌دهد. و تنها یار و یاور اوست. بسیارند افرادی که خیلی از مسائل کوچک و پیش پا افتاده را ناچیز می گیرند و به دنبال مسائل بزرگتر و ریشه ای تر می روند. اما نتیجه ای به دست نمی آورند و در آخر شکست می خورند. حتی در این باره در کتب آسمانی آمده مشکلات کوچکتر از آن هستند که به چشم بیایند. در ابتدا فقط محدودیت هستند. اما اگر به آنها توجه نشود، به موانع تبدیل می شوند. مثال دیگری می گوید، خانمی را می شناسم که می خواست یک کت گران قیمت بخرد. بنابراین به یک مغازه شیک با اجناس بسیار گران رفت. اما نتوانست آنچه را که می خواست پیدا کند و گفت، اینها بسیار ارزان قیمت و ساده هستند. سرانجام یکی از فروشندگان کتی را به او نشان داد که هزاران دلار قیمت داشت. اما چون آخر فصل لباس‌های زمستانی بود، مدیر فروشگاه تصمیم گرفته بود که آن را به قیمت 500 دلار بفروشد. او با خود گفت: کل پولی که دارم 700 دلار است. و اگر من این کت زیبا را بخرم، می‌توانم ظاهر زیبایی پیدا کنم و جلب توجه نمایم. بنابراین با وجود اینکه می‌دانست قیمت کت بسیار بالاست، تصمیم گرفت آن را بخرد. او لحظه ای با خود فکر کرد و گفت اگر این کت را بخرم می توانم از طریق آن چند صد دلار به دست آورم. پس مشکلی وجود ندارد.
یک ماه بعد او از طریق یک مأموریت کاری توانست 10,000 دلار پول به دست آورد. در واقع داشتن آن کت آن خانم را بسیار پولدار کرد و پوشیدن آن احساس خوبی به او میداد. در حقیقت اگر کتی وجود نداشت، شاید او هرگز به چنین مأموریتی فرستاده نمیشد و ثروت چندانی به دست نمی آورد. غم روزی فردا را مخور، زیرا هر فردایی روزی خود را می آورد. بهار، جلد 77، صفحه 67. در حقیقت چون آن خانم هنگام خرید لباس نیت و قصد خوبی داشته، به همان شکل هم آن را به دست آورد. حال اگر آن پول را خرج خریدن کت نمی کرد، شاید آن را به طریقی از دست می داد و چیزی آیدش نمی شد. مثال دیگری این چنین است که در مراسم روز شکرگزاری خانمی نزد خانواده خود نرفت و گفت که نمی تواند برای شام آنها را دعوت و از آنها پذیرایی کند. البته او پول داشت، اما می خواست که آن را پسنداز کند. چند روز بعد شخصی وارد خانه شد و آن مبلغ پول را از کشوی کمد او دزدید. آن پول دقیقاً همان مقدار پولی بود که قرار بود صرف آن مهمانی شود. بنابراین اگر حکمت کسی مانند مثال خانمی که می‌خواست کتی بخرد باشد، خوب و نیک است. اما اگر مانند مثال خانمی باشد که گفتیم اصلاً خوب نیست و آخر خوشی هم نخواهد داشت. در مثال دیگری شنیدیم که یکی از شاگردانم به همراه برادرزادش به خرید رفت. آن پسر بچه به خاطر دیدن یک اسباب بازی قشنگ سر و صدای زیادی به راه انداخت. اما آن خانم گفت که نمیتواند آن را برایش بخرد. چند لحظه بعد آن خانم دوباره با خود فکر کرد و گفت خداوند کمکم میکند و پول اسباب بازی را جای دیگری جبران میکند. بنابراین پول اسباب بازی را پرداخت و شاد و خوشحال به همراه برادرزادش به خانه برگشت. در راه برگشت همان مقدار پولی را که برای اسباب بازی پرداخت کرده بود روی زمین پیدا کرد و با خود گفت خداوند چه زود حسابش را با ما تسویه می کند. در حقیقت خداوند ما را در شرایطی قرار می دهد تا ایمان ما را تقویت کند و ما را با حکمت خود آشنا نماید. حضرت مسیح هم در سرود مذهبی بدین مسئله اشاره جالبی کرده و آن را بخش اصلی سرنوشت هر یک از مردم معرفی نموده است. همه ما روی این کره خاکی با مفهوم دادن و پس گرفتن آشنا هستیم و می‌دانیم خداوند نیز از این قانون بزرگ در لطف و عنایت‌هایش استفاده می‌کند و فرموده برای اینکه نتیجه هر عملی را بدانید به درون خودتان رجوع کنید. هر طور که آن را انجام دهی همان طور برایت فرستاده می شود. واقعیت نیز همین است، زیرا ما در مقابل افکار منفی چیزی جز گناه، بیماری و مرگ نمی بینیم. حضرت مسیح نیز در این باره فرموده مرگ پایان هر ناخوشی و ناراحتی است. اگرچه گاهی هم تعبیر خوبی دارد، اما معمولا از طریق بدی ها حاصل می شود. پس همکنون همه ما می دانیم که ضمیر ناخودآگاه ما همان قطب نمایی است که به ما جهت می دهد و ما را در زندگی به جلو می راند. البته معنای این جلو راندن هم از دیدگاه های مختلف متفاوت است. چه بسا بسیاری از افراد پیشرفت خود را در شکست دیگران و یا شکست خود را در پیشرفت و موفقیت دیگران می دانند. در حقیقت معنای هر چیزی حتی هدف از آفرینش همه ما در روز رستاخیز آشکار می گردد. در حالی که ما همین حالا هم می توانیم با بینش صحیح بدان دست پیدا کنیم. خانمی که مدتها در بستر بیماری بود و با مرگ دست و پنجه نرم می کرد، به جای اینکه منتظر نتایج درمان خود بماند، با زمزمه شعر مذهبی گناهان خود و عذاب وجدان حاصل از آنها را بخشید و به آرامش رسید و درد بیماری را نیز کمتر احساس می کرد. هیچ یک از ما نمی توانیم دنیا را برای آنچه که نیستیم و یا نداریم سرزنش و یا مجبور کنیم. بهتر از هر شرایطی را درون ضمیر ناخودآگاه خود تعریف کنیم و از آن بخواهیم راهنماییمان کند. جملاتی از قرآن مقدس: از خدایت بخواه چگونگی آن را برای ما روشن گرداند
که بر ما مشتبه است و به خواست خدا راه هدایت پیشی گیریم. سوره بقره آیه 70. کسانی که ایمان آورده اند و کارهای نیک کرده اند اهل بهشتند و در آن جاودانند. سوره بقره آیه 82.